سلام خدمت تمام خوانندگان محترم سایت ملل جان بابور. ما امروز خواستیم یک مصاحبه داشته باشیم با جناب محترم قومندان صاحب امنیه ولایت خود. بسیار تشکر جناب قومندان صاحب که وقت خود بخیر ما گذاشتیم. جناب قومندان صاحب، چند روز پیشتر یک مطلب از به سایت جامعه غور نشر شده بود و از طریق کسی انداخته شده و به او ادعا داشتن که یک تعداد از پلیسا اموال یک نفر مسافر میخواستن بگیرن، بعدن باز رفیق اون نفر آمدن که پس روا کردن پلیس اون نفره و ای هم در پل کانه پوزلیج بوده. شما در مورد چی میگن جناب قومندان صاحب؟ ایره میگن کسایی بوده که از طرف خود قومندان امنیه معذف شده بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که شما در جریان هستین و معتبیات نامه‌ای که برادر عزیز ما عزیز گل غفوری نشر کردن، من خدمت شما و او برادر به عرض میرسانم که پلیس یک ارگان بی‌طرف و خدمتگار جامعه هست. ما در تمام ساعات و در طول روز، در طول هفته، ما و سال وظایف 24 ساعته داریم و مجبور و مکلف هستیم که ما تامین امنیت برای مردم و شهروندان کشور خود و خصوصا ولایت غور بکنیم. او برادر ارجمند ما اگر ندانه، ما خدمتش به عرض میرسانیم که پلیس از دو بخش تشکیل شده، یکی پلیس امنی، یکی پلیس کشفی است. پلیس کشفی استقامت کاری خود داره و پلیس امنی استقامت کاری خود داره. شما میدونید در طول مدت چند روز میشه که تعداد افراد ماجراجو، فرصت طلب و وابستگان به دشمنان مردم افغانستان باعث آزار و اذیت هموطنان ما در استقامت های دولتیار و غور شدند. خب افراد مسلحی که در استقامت های شهر هستند، اینها یک تعداد افراد از اینها دزدهایی که مربوط به اینها هستند، اینها باعث آزار و اذیت و چور و چپاول مردم میشن و یک تعداد افراد دیگری هستند که ما یک افراد را شناسایی کردیم و مبنی بر جلسه شورای نظامی که در شورای نظامی فیصله شد که باید به هر قیمت شود که این افراد سارق و افراد ماجراجو باید به چنگال قانون سپرده شوند. ما چندی قبل افراد بادریشی را با پلیس بادریشی را روان کردیم استقامت که ما بین ما، یعنی پلیس امنی ما و مسارقین زد و خورد صورت گرفت. یک نفر از اونها زخمی شد و موتورسیکلشان دستگیر پلیس شدند. اما با وسایل رنجری با از فاصله دور اینا جاسوس و مخابراتی و تلفنچی دارن، زمانی که پلیس حرکت میکنه اینا میشناسن و این برای اجرای وظایف پلیس یک چالش است. با مرتبط ما ارگانهای کشفی را در تمام نقاطی که سارقین باعث آزار و اذیت مردم ما میشوند، ما اونها را توظیف میکنیم تا با استفاده از ارگانهای امنیتی که با لباس شخصی اینا توظیف میشه طبق پلان اینا اجرات بکنن. چندی قبل که برادر محترم ما نوشته کرده، ی باید اولا آگاهی داشته باشه که یعنی همین مطلب به کدام منوال بده، اما غیر مسئولانه، عجولانه، بدون در نظر داشت، بدون فهمیدن، بدون وظایف پلیس، یه غیر مسئولانه این مطلب نوشته کرده که ما موضوع از را به سارنوالی روان کردیم، سارنوالی یه آدم پرسان و جویا کنم. ما موضوع طور بوده زمانی که پلیس بدریشی ما به خاطر دستگیری سارقین و از بین بردن زنا به استقامت‌های شرشر و استقامت های دولتی ها رزام میشه در پوسته ای که پوسته اردوی ملی است، در اونجا یه آدم شناسایی میشن، همین آدمی که ماجراجو است شناسایی میشه. پلیس میخواد یک جمله سردستای افراد ماجراجو و افرادی که به حساب ناامنی ها رو به وجود میاره، اینا میخوان که بگیرن بیان در داخل قماندانی که در اونجا جار جنجال میندازه، با اردو و زنیت اردو را تغییر میده که مرا اینها اختطاف میکنن. خب یعنی زمانی که پلیس کارت داشته باشه، وظیفه رسمی داشته باشه، وای کسی را اختطاف کرده میتونه، او وظیفه ایش است افرادی را که شناسایی میکنه، افراد ماجراجو، افراد سارق، افراد مشکوک و هر کسی که خلاف مقررات دولت کار میکنه شناسایی میکنه و حق مسلم پلیس از ورا گرفته در ارگان خود میره. و این حادثه ای که شده، این حادثه در چک پوینت اردوی ملی که در اونجا یه آدم شناسایی کردن و میخواستن یه را بگیرن بیارن در داخل، یه آدم ماجرا خلق کرده به یالت. بعد چند روز موی سفیدای دیگه آوردن را پیش ما که اشتباه کرده و ایتو شده و امثال از او. ما بر از ما آدم گفتم پلیس ما جرمی کرده باشه، ما او را مجازات میکنم، در غیر از تو آدم ماجراجویی که حادثه خلق میکنی و تو آدمی که در تمام نواقصات و پرابلم ها دوست داری، تو را مجازات میکنم. پلیس خودم وظیفه دادم، تحقیق کردم، پلان داشتم، پلان امضا شده و وظیفه رسمی اونا گماشته شدن و یه آدم ماجراجویی که با تمام مطالبا دوست داره به یه آدم از امروز روزی که یه با وساطت موی سفیدا رفته تا امروز هم نامده. بنان آرزو دارم که هر هموطن ما باید درک بکنه خودش باید پلیس باشه، خودش اردو باشه، پای مسلح کشور خود باشه به خاطر تامین امنیت و عدالت اجتماعی.
اگر عیانا افرادی که اونها با استفاده از امکانات شخصی و تفنگ و تفنگ سالاری و افراد قماندانان مسلح غیر مسئول اونها ناامنی را به وجود میارن و باعث چور و چپاول مردم ما میشن، ما با هر قیمتی شوه اینا را اجازه نمیتیم که باعث آزار اذیت مردم ما شوه و ما توان جلوی زنا را داریم. و حال هم افراد ما در استقامت توظیف هستند، افراد ما فعلا در استقامت و دو استقامت دیگه هم افراد پلیس مخفی ما توظیف هستند و ما در انتظار هستیم که سارقین یا زنده یا کشته زنا بعد اینا با چنگال قانون سپرده شوند. و او برادر ما که این گپ نوشته کرده، ما از خواهش میکنم من ایس یک آدم تحصیل کرده، من ایس یک آدمی که درد آینده از وطن باید بخوره، نه که یک آدم ازبی و تنظیمی باشه و او باعث ماجرا و باعث بدنامی شه. ما و دوستی از را به سارنوالی روان کردیم و او در هر جایی که است او را خواسته در سارنوالی پلیس هم پرسان میکنیم، پلیسی که در اونجا وظیفه رفته و پلیس هم جواب خود میکنه، یا عزیز گل غفوری هم که هستن یم بیاد سارنوالی در محکمه جواب خود بکنه تا آدم سالم و ناسالم بعد معلوم شه و مطابق قانون در مورد اجرا صورت بگیره. و ما با هیچ افراد غیر مسئول با استفاده از آزادی بیان ایرا قرار نمیتیم که با پلیس توهین بکنه. تشکر جناب قوماندان صاحب. معاون شورای ولایتی مدعی است که از اثر عدم هماهنگی میان پلیس و اردو ناامنی ها بیشتر شده و مخالفین مجرمین سارقین جرأت پیدا میکنن که کشت گذار بکنن و بیشتر اموال مردم دزدی بکنن و بیشتر راه مردم بگیرن چور بکنن. چنین چیزی وجود داره در بین اردو و پلیس؟ شما میدونین که اردوی ملی و پلیس ملی اینها افراد خدمتگار جامعه و به خاطر خدمتگزاری به کشور خود اینها استخدام شدند. ما هیچ گونه ناهماهنگی در مابین خود نداریم، هماهنگی بسیار کامل داریم و تمام مطالب در وضعیت در کنترل ماست. اگر ما ناهماهنگی داشته باشیم، یه ولسوالی ها امنیت زیر کی میگیره؟ یه رای تمام ولسوالی ها الحمدلله باز است بر روی مردم، بر روی قطعات مردم میرن به ولسوالی ها، از ولسوالی ها دولت و کاروبار روزگار خود نو ولسوالی میکنه. یا آیا هماهنگی یا ناهماهنگی؟ خب اونا یک مثال اشاره کردن که چند روز پیشتر فکرم مخالفین به سر راه دولتیار و خود مرکز بوده که شما پلیسی به لباس شخصی روان کرده بودن به پوسته پوزیلیچ که پول کنه هست اردو، اونا رو نمانده و تقریبا 300-400 اونا رو نگاه کرده که اون نفران فرار کردن از سایر رفتن و پلیس هم پس برگشت کرده به قماندانی. این ناهماهنگی در مابین رهبری نیست، بلکه یه مشکلات چالش هایی است که از اثر نداشتن تجارب کافی در سطح سرباز شده ای گفت، نه در سطح حتی قماندان پوسته یا قماندان بلوک ازو شده، بلکه در سطح سربازا این مطلب بوده. بعد بالاخره ما مطالبه با قماندان کندک اردوی ملی ثابت کردیم، مشکل حل شد. این در مابین دو سرباز پلیس و اردوی مطلب بوده که مطلب مقدر قابل ارزش خود نداره. بسیار تشکر جناب قانون صاحب. در آخر پیام شما برای مردم چی هست، برای مخالفین چی هست که بعد؟ ما برای تمام مردم شریف ولایت غور احتراماً پیشنهاد دارم، پیام دارم، به خاطر وطن خود، به خاطر آزادی کشور خود، به خاطر افتخارات کشور خود، ما باید دست به دست هم بتیم و هر کدام ما احساس از را باید بکنیم که ما پلیس ملی هستیم، ما اردوی ملی هستیم و ما امنیت ملی کشور خود هستیم. و او جنایتکارایی که با استفاده از پیسه ارام آیسای پاکستان اونها باعث ناامنی در سطح افغانستان و در سطح ولایت غور میشن، چهره کثیف و منحوس از اینا را بشناسند و ارهانی که اینا احساس از را میکنن یا آدم مشکوک است اینا به قوای مسلح و پلیس ملی ولایت غور اینها راپور بدن تا ما به مقدر سرکوب از اینا اقدام بکنیم. الحمدلله وضعیت شارد کنترل ماست که شما و مردم شریف ولایت غور در جریان هستین که هیچ توانایی الحمدلله توانایی کوچکترین نواقص را به دشمن ما نماندیم. وضعیت در کنترل ماست. ما ایجاد پوست‌های دیگر هم فعلا اطراف کمرمندی ولایت غور داریم، اردوی ملی، پلیس ملی و نظم عامه، و انشاءالله ما با همکاری مردم خود و با یاری خداوند بزرگ در راستای تامین امنیت انشاءالله ما موفق هستیم. جناب قانون صاحب، سوال آخر، شما به عملیات هم تصمیم دارین در روزهای پیش که شما عملیات هم در اطراف چطور؟ مطالبی هست، ما تحت کار ما هستن انشاءالله. ما چیزی که خواست خدا است، ما پلانای خدا داریم مطابق به هدایت رهبری. عملیات ها بی عملیات ما نمیمانیم اینا را. این دزدکایی که هستن اینا یا میمرن یا برند در پیش بادارای خود در پاکستان. اینا رو ما در افغانستان در استقامت غور خواهیم بر اینا جای نمیمونیم. جنگ میکنن، جنگ میکنیم، با پروسه سال پیاس میشن، دامن دولت بر روی از اینا باز هستن، بیان مثل دیگه برادرها واره به خاطر آبادی و عمران از کشور سعیم شون سلای خود به زمین بگذارن و سلای پاکستانی هایی که در سر شانه از اینا هستن این سلای پاکستانی را بندازن و در پالوی برادرای خود به خاطر آرامش کشور خود اینا سهم فعال بگیرن. بسیار تشکر. سلامت.